سرخط خبرها. سقوط یک پایگاه و کشته شدن 6 نیروی امنیتی در سرپل. ولسوالی دولت آباد فاریاب به دست طالبان سقوط کرد. ناتو به حمایت نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می دهیم. و همچنان کشته شدن 5 نفر در حمله طالبان در غور. باید خدا به یکی از دیگر ویدیو های این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخری ویدیو با ما بوده و ویدیو را لایک و چینل را سابسکرایب کنید. ناتو به حمایت نیروهای امنیتی افغانستان ادامه میدهیم. دبیر کل ناتو میگوید که این سازمان با حضور غیر نظامی خود در افغانستان به حمایت نیروهای امنیتی افغان ادامه میدهد. این در حال است که در پی آغاز خروج نیروهای ناتو وضعیت امنیتی به شدت بدتر شده و تنها تای روز اخیر دست کم 4 ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده است. دبیری کل ناتو روز دوشنبه 7 جاوزا در گفتگو با وزیر دفاع امریکا در پنتاگون گفته است با ادامه فراهم آوری بودجه به نیروهای امنیتی افغان و بررسی احتمال فراهم آوری آموزش به نیروهای افغان در خارج از کشور و حفظ و مراقبت از زیربناهای مهم مانند میدان هوایی کابل به حمایت خیش ادامه خواهیم داد. پیش از این اما دبیر کل ناتو گفته بود که با خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان هیچ تضمین وجود ندارد که حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور پیروز شوند یا پابرجا بمانند. دبیر کل ناتو افزوده بود در جریان این سالها ما توانستیم نیروهای امنیتی افغان را ایجاد و آموزش دهیم تا آنان اکنون مسئولیت امنیتی کشورشان را بر عهده بگیرند. او گفته بود که هنوز در این مورد که نیروهای افغان بتوانند بدون حمایت قابل توجه نیروهای ناتو و امریکا موفق شوند تردیدهای وجود دارد. ولسوالی دولت آباد فاریاب به دست طالبان سقوط کرد. منابع محلی در فاریاب میگویند که اولی ساعت 4 بامداد امروز سه‌شنبه 8 جوزا ولسوالی دولت آباد این ولایت به دست جنگجویان طالبان افتاده است. آق محمد نوری عضو شورای ولایتی فاریاب به خبرگزاری آفاق گفت که پیش از 40 نیروی دولتی در ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس گیر ماندند. این عضو شورای ولایتی افزود که شب گذشته تیاره های نیروهای ارتش نتوانسته در این ولسوالی نشست کنند. در همین حال محمد نادر سیدی عضو دیگر شورای ولایتی فاریاب به خبرگزاری آفاق گفت که طالبان تلاش دارند تمام نقاط این ولسوالی را تحت کنترلشان در بیاورند. به گفته او در جریان درگیری تلفات سنگین به نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان وارد شده، اما تا هنوز ارقام دقیق آن مشخص نشده است. این در حال است که روز گذشته جنگجویان طالبان پس از تصرف ولسوالی قیصار، روستای کوهی آخرین نقطه تحت کنترل دولت را نیز تصرف کردند. سقوط یک پایگاه و کشته شدن 6 نیروی امنیتی در سرپل. حمیدالله بیگ نماینده مردم سرپل در مجلس نمایندگان به خبرگزاری افق میگوید که در نتیجه حمله جنگجویان طالبان بر یک بازگاه نیروهای امنیتی در مرکز این ولایت بازگاه سقوط کرده و 6 نیروی امنیتی کشته شدند. این عضو مجلس نمایندگان گفت که جنگجویان طالبان شب گذشته دوشنبه عبد جوزا از چند مسیر بر یک بازگاه نیروهای امنیتی در منطقه بغوی مرکز سرپل حمله کرده و این بازگاه را تصرف کردند. به گفته آقای بیگ دو شب پیش نیز 3 بازگاه نیروهای امنیتی در منطقه بغایوی مرکز سرپل به دست طالبان سقوط کرده بود. او افزوده که در این حمله 6 تن از نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته وی در این درگیری 10 تن از جنگجویان طالبان نیز کشته شده و زخمی شدند. این نماینده مردم سرپل هشدار داد که در حال حاضر در چند ولسوالی این ولایت جنگ میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان جریان دارد. به گفته او در صورت ادامه بی‌توجهی از سوی حکومت مرکزی امکان سقوط این ولایت وجود دارد. این در حال است که در سایر ولایت‌ها نیز وضعیت امنیتی به شدت بحرانی است. تایی دو روز اخیر دست کم 4 ولسوالی در این ولایت مختلف به دست طالبان سقوط کرده است. کشته شدن 5 نفر در حمله طالبان در غور. یک منبع محلی در ولایت غور به خبرگزاری فاق میگویند که در نتیجه حمله جنگجویان طالبان در ولسوالی لال و سر جنگلک این ولایت 5 تن به شمول یک نظامی کشته شدند. این منبع که نخواست نامش گرفته شود سه‌شنبه 8 جوزا به خبرگزاری فاک گفت که جنگجویان طالبان شب گذشته حملاتشان را در منطقه خمشور ولسوالی لال و سر جنگل این ولایت برا انداختند که در نتیجه آن 4 غیر نظامی و یک نیروی پلیس کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شده است.
در همین حال نایل نماینده مردم غور در مجلس نمایندگان نیست این حمله طالبان را در منطقه خم شور و ولسوالی لال و سر جنگلرگ را تایید کرد. این عضو مجلس نمایندگان به خبرگزاری فوق گفت که جنگجویان طالبان شب گذشته در منطقه خمشور ولسوالی لل و سر جنگل حمله کردند که در نتیجه آن به نظامیان و غیر نظامیان تلفات وارد شده است. این در حال است که دروش پیش ولسوالی شهرک غور به دست طالبان سقوط کرد. همچنین گفته می شود که آن تنهای شبکه های مخابراتی به استثنای شبکه دولتی سلام از 3 روز به این سو در این ولایت قطع شده است. عمران خان با نخست وزیر بریتانیا در مورد افغانستان گفتگو کرد. عمران خان نخست وزیر پاکستان با همتای انگلیسی خود در یک گفتگوی تلفنی در مورد تحولات بین‌المللی از جمله آخرین وضعیت افغانستان بحث و تبدیل نظر کردند. یکی از سخنگویان دفتر نخست وزیر بریتانیا گفته است که دو طرف درباره وضعیت تأمین صلح و ثبات طولانی در افغانستان توافق کردند. نخست وزیر بریتانیا تاکید کرده است که با استفاده از ابرازهای دیپلماتیک برای حمایت از افغانستان ادامه می‌دهد. روابط افغانستان و پاکستان اخیراً در پیوند به گفته های حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی رئیس جمهوری تنش‌آلود شده است. با تازگی شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان تایید کرده است که این کشور با حمدالله محب به خاطر گفته های اخیرش قطع ارتباط کرده است. او خطاب به محب گفته است تا زمانی که جلو بدزمانیتان را نگیرید هیچ پاکستانی دستتان را نخواهد فشرد. گفتگوی نخست وزیران پاکستان و بریتانیا در حال انجام شده که اشرف غنی رئیس جمهوری چند پیش در کابل با قمر باجوه رئیس ستاد ارتش پاکستان و سر نیک کارتر رئیس ارتش بریتانیا در یک نشست مجازی دیدار و گفتگو کردند. از خروج تا خروج چی چیز متفاوت است؟ علی موسوی خبرگزاری افاق. از اصرار صاحب نظران تا انکار حکومتگران، مقایسه ها میان اشرف غنی و نجیب و سرنوشت مشابه به دو دولت با توجه به رفتارها و تصمیم های شوروی و امریکا همچنان ادامه دارد. حکومت اما همچنان در برابر این برداشت مقاومت می کند و درستی آن را زیر سوال می برد. این در حال است که دو دولت به یک اندازه برای بقای خود نیازمند حمایت قدرت های خارجی بوده و اردو به نحوی از این حمایت محروم شده و یا در حال محروم شدن است. به همین ترتیب تفاوت در چیست و چرا کابل نمیخواهد این واقعیت را بپذیرد که شرایط به نحو نگران کننده شبیه دوران آخرین سلطه رژیم کمونیستی است. عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی تازه‌ترین مقام حکومتی است که گفته است خروج نیروهای خارجی ممکن است روی وضعیت افغانستان تاثیر بگذارد، اما شرایط کنونی در مقایسه با خروج نیروهای شوروی از افغانستان متفاوت است.